اگر زندگی برای شادمانی و خوشبختیه، پس چرا بسیاری از ما غرق غم و دردن؟ دبورا والترز در جواب این سوال به مراجعینش میگه به جای هدفهای مادی دنبال چیزی معنوی و ابدی باشید تا به شادی حقیقی برسید. از شما دعوت میکنیم به این سخنرانی که از وبسایت bahaiteachings.org گرفته شده توجه کنید. I have a passion about happiness. من خوشبختی رو خیلی دوست دارم و خبر خوب این هست که میشه بهش رسید. زندگی برای شاد بودن هست، نه قصه خوردن. برای خوشی هست، نه ماتم. As a healthcare practitioner, every day. به عنوان یک مددکار اجتماعی، هر روز ساعت‌ها به غم و قصه ها و بدبختی ها گوش میدم و با خودم فکر میکنم دیگه از این بدتر چیزی نمیتونه باشه. اما هست و باز قصه هایی میشنوم غم انگیزتر و همشون میپرسن میشه هیچ وقت شاد بود؟ معمولا به خاطر آرزه جسمی به درمونگاه میان، مثل سردرد، دلدرد، یه مشکل جسمی. سرم درد میکنه، صبح بدتره، عصرا بهتره. اینا همه جزئیاتیه که خب باید درمان بشه. اما بعد میپرسم خب یکم بیشتر بگو و اگه فقط ساکت بشینی و گوش کنی اونا میگن قضیه واقعا چیه. سر کارم خیلی تحت فشارم، نگران بچه هامم، آرزوهام از کف رفته، تو خونه مشکلی دارم که نمیدونم باهاش چی کار کنم. I feel so much pressure and then it really comes out. They speak for خلاصه همیشه اول میان که از دردهای جسمیشون بگن، اما بعد سفره دلشون رو باز میکنن و خودشون رو خالی میکنن. And that's when I really start to understand. و اون موقع است که میبینم ذهنشون چطور و بر اساس چه الگویی کار میکنه که غمگینن. جای خالی معنویت رو میبینم. مهم هست که آدم از خودش حساب بکشه و درباره درد و رنجش فکر کنه. خب این یک وجه از علاقه من به خوشبختی هست که به مردم یاد بدم چطور واقعا شاد باشن. اما در زندگی شخصی خودم زیاد گریه کردم، بارها شکست خوردم و در چاه‌های بی‌تهی افتادم که آتش خشم و نفرت در اون روح و جسمم رو می‌سوزونده. And hatred chilled my body and my soul. And I didn't think I would ever stop crying. فکر می‌کردم گریم هیچ وقت تموم نمیشه. غرق غم بودم. When you are stripped of this pride, وقتی غروری برات نمونده، وقتی هیچ چیز برات نمونده، وقتی با بچه‌هات توی فقر هستی، چیزی نمونده که بی خانمان بشی، اون وقت خوشبختی چه معنایی داره؟ شادی حقیقی چیه؟ What is true happiness? چطور میشه با غم و سختی شاد بود؟ به نظر غیر ممکن میاد. It seemed impossible. How is it possible? What is this happiness? این شادمانی چه چیز جادویی هست که دائم از دست ما در میره و ما دنبالشیم؟ قبول ندارید؟ Wouldn't you agree? This illusionary thing that we're چیز خیالی که همه دنبالشیم و فکر میکنیم یه روز بهش میرسیم. Life is created for happiness. زندگی برای شادی خلق شده. اما زندگی در عصر اطلاعات ما رو غرق ترس و غم میکنه. همه یه چیزهایی که با فیسبوک و ایمیل برای ما میاد. روزانه چند تا ایمیل باید جواب بدید؟ میدونید روزی چند تا اسمس من از مراجعینم میگیرم که میگن امروز آنفرند شدم. یه پستی دیدم که منو به هم ریخته. خوششون نیومده. بقیه 120 تا لایک گرفتن، من هیچی. بمباران اطلاعاتی. اسمس ها هم که بساطی هست. ما هنوز به این عصر اطلاعات عادت نکردیم. هنوز خیلی باعث ناراحتی میشه. و ذهن ما دوست داره توش بمونه، نه؟ میخوام امروز چند تا چیز که در تاریک ترین اوقات زندگی میاد گرفتم بهتون بگم. راجع به این که خوشبختی چیه و چطور میتونین به دستش بیارین. سعی کنین اینها رو در زندگیتون به کار ببرید و روش های جدید رو هم امتحان کنید. One of the first fundamental things about happiness
is finding your access point. مهمترین چیز برای خوشبختی اینه که مبدا مختصات خودتون رو پیدا کنید. زندگی شما حول چه چیزی میچرخه؟ پول و وقت و استعدادتون رو صرف چی میکنید؟ همون مبدا مختصات شماست. This is the center. Now, that can be money. این میتونه پول باشه، کار باشه، سلامتی، عشق، فرزندان یا میتونه یه باور باشه، یه آرزو. Oftentimes, بیشتر وقتها غمای ما ناشی از یه باور هست. مردم احمقن. همه چیز علیه من هست. شما هم شنیدین. And I'm sure you could fill in the blank with much more. بقیه‌اشو هم میتونید حدس بزنید، نه؟ اما بیشتر اوقات در مرکز قصه ها من قرار داره. I is in the center. And if me is in the center, اگر من مرکزیت داره، پس کار باید منو بپرسته، روابطم باید منو بپرسته، پولم همینطور، وگرنه خوشبخت نمیشم. متوجهی؟ So what do we need? خب چی باید در مرکز باشه؟ یه چیز ابدی، نورانی، چیزی که همیشه بتونی بهش چنگ بزنی. حالا اگر چیزی الهی در این مرکز بگذاری، چه تغییری به وجود میاد؟ پول و روابط چه تغییری میکنه؟ پول وسیله خدمت میشه. کار همینطور. عبادت. جهانبینی شما عوض میشه. پس اول از همه، مبدا مختصات کجاست؟ دوم این که شادی مادی زود گذره. ما که در آریزونا در بیابان هستیم، سراب زیاد دیدیم. فکر میکنید آب هست و به سمتش میرید. بعد ناپدید میشه. درست مثل شادی در دنیای مادی. تا بهش نزدیک میشیم، ناپدید میشه. من بهش میگم تعقیب و گریز. اگر اون شغل رو بهم بدن، دیگه خوشبخت میشم. اگر ازدواج کنم یا اگر آیفون جدید بخرم، دیگه خوشحالم. و بعد بهشون میرسیم. مثلا آیفون میخریم یا با کسی حرف میزنیم. اما موقت و زودگذر هست. این تعقیب شادمانی خیالی است. حضرت عبدالبها میگوید سعادت عالم انسانی به اخلاق رحمانی است. وقتی کسی شما را آزرده میکنه چی کار کرده؟ رفتار روحانی نداشته. درسته؟ پس وقتی آزرده میشیم، کسی کاری غیر روحانی یا غیر اخلاقی کرده. در مورد من که اینطور هست. اخلاق روحانی مهم هست. پس باید قبل از هر عملی خوب فکر کنیم بهترین فضیلت اینجا چیه؟ هر وقت کاری اخلاقی میکنیم، کاری مبتنی بر اصول روحانی، شاد میشیم. خودمون احساس بهتری داریم. حتی اگر دنیا روی سرمون خراب شده باشه و همه جا آتیش گرفته باشه، اگر روحانی باشیم، به نوعی شاد خواهیم بود. این هم نکته مهمیه. حضرت عبدالبها میگوید رشادت و شجاعت غلبه بر نفس پروحشت هست و ادامه می دهد حتی غلبه بر ملل دیگر آسان تر است. فکرشو بکنید. چند هزار سال هست که ما در جنگ با کشورهای دیگه هستیم. غلبه بر ملل آسان تر از غلبه بر نفس است. بنابراین نفس ما بزرگترین منشأ نارضایتی است. نفس مثل اسب سرکشی هست که چشم بند داره و چهار نل داره به طرف آتش میره و شما هم سوارش هستید. باید یاد بگیرید چطور مهارش کنید. باید ذهن رو آموزش بدیم، ازش قوی تر باشیم و مهارش کنیم. سکان کشتی رو محکم بگیریم. نتیجه‌اش خوشبختی هست. و بالاخره وجود ما در اساس رازآلود است. مثل این عکس زیبا. Look at this beautiful picture. The light. That there is something greater than this world of illusion. چیزی بزرگتر از این جهان موهوم، این سراب‌های خیالی وجود داره. There's something greater within us. چیزی بزرگتر در درون ما. درون ما نوری قوی هست که ما رو حفظ میکنه، هدایت میکنه و تغذیه میکنه.
24 ساعته هست. هر وقتی میتونید بهش تلفن کنید. You can text it or call it anytime. And it will always answer the phone. همیشه با محبت به شما جواب میده. Deborah, I love you. Yes, tell me. Please tell me what's up. Deborah, عزیزم. بله، چه خبر؟ من همیشه مسرورم. با شما حرف میزنه. قطب نمای شماست. این طبیعت رازآلود ماست. نه تنها میتونیم دلمون رو روشن کنیم، جهان رو هم میتونیم باهاش نورانی کنیم. به دنبال نور باشید. همه جا هست. هم در خودتون و هم در دیگران. خب، حالا من از شما میپرسم، چه چیزی رو در مرکز قرار میدید؟ وقت و استعداد و پولتون رو صرف چی میکنید؟ به چه چیزی تمسک میکنید که برای شما شادی ابدی بیاره، نه موقت؟ ببینید چه چیزی در درون شما در برابر شادمانی مقاومت میکنه. بر اون غلبه کنید. برای همتون خوشبختی آرزو میکنم. I wish all of you the best and much happiness and thank you so much.